با درود و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان رسانه پارسه امیدوارم حالتون خوب باشه و امروز هم با خبرهایی از جنگ اسرائیل در جنوب لبنان و غزه و حماس خدمتتون میگم و بعد از اون از استقبال مردم ایران به خاطر کشتن علی خامنه ای و سقوط جمهوری اسلامی بعد از این عمل بسیاری از مردم ایران استقبال کردند و به گونه های مختلف در رسانه ها به طرق مختلف آمادگی مردم ایران رو برای نابودی سرمار و تغییر رژیم جمهوری اسلامی که توسط خود مردم انجام خواهد شد برنامه ریزی کردند و از طرق مختلف به رسانه ها اطلاع دادند که ما استقبال میکنیم از کشتن خامنه ای تغییر رژیم چون اینها دشمنان اصلی ما و ایران هستند قبل از اینکه در این باره صحبت کنیم در جنوب لبنان به گفته و اعلان ارتش اسرائیل سه فرمانده منطقه ای حزب الله در 48 ساعت گذشته به هلاکت رسیدند حدود 70 تروریست حزب الله در 24 ساعت گذشته حذف شدند در نوار غزه نیروها به شناسایی اصل ها و سلاح‌هایی که مخفی شده است ادامه میدند و تروریست ها را از زمین و هوا به هلاکت میرسانند در جنوب لبنان سفرمانده منطقه ای حزب الله در 48 ساعت گذشته به هلاکت رسیدند و بسیاری از سران این نیروها دستگیر شدند، اسیر شدند و بسیاری هم نابود و به هلاکت رسیدند. ارتش اسرائیل به تخریب زیر های تروریستی که حزب طی سالها در زایه در بیروت ساخته است ادامه میده و شب گذشته هم سایت های تولید و ذخیره‌سازی تجهیزات نظامی و فرموندهی ها رو مورد حمله قرار دادند ارتش اسرائیل تروریستی رو که به عنوان نخبه دانش در واحد هوایی حزب الله 127 که مسئول حوزه پهبادها در این سازمان هست به هلاکت رساند هواپیماهای جنگی نیروی هوایی دو روز پیش دوشنبه با هدایت اطلاعات هوایی نیروی هوایی در منطقه الحرمل در عمق لبنان تروریست خلیل محمد امحز رو از بین بردند که تروریستی در واحد هوایی سازمان تروریستی حزب الله 127 بود و به عنوان نخبه دانش مرکزی در این واحد فعالیت میکرد واحد هوایی حزب الله در توسعه و پرتاب پهپادهای انفجاری و جمعآوری اطلاعات به سمت خاک اسرائیل فعالیت میکند نیروی هوایی در ماه گذشته دهها هدف تروریستی این واحد رو مورد حمله قرار داد حالا باز میگردیم به اینکه مردم ایران چگونه برخورد کردند با اینکه این رژیم خونخوار یعنی رژیم خامنه ای که قاتل مردم ایران و ایران هست وضعیتی که ایران الان داره مشخص میکنه که هیچ دشمنی ای نمیتونسته این همه خرابی و هشدار رو در ایران غیر از رژیم خمینی و خامنه ای انجام بده این دیگر برای مردم واضح هست و الان مردم فکر میکنند با آمدن اسرائیل برای کشتن سر مار و خامنه ای تغییر رژیم صد درصد انجام خواهد شد و این صحبت ها و این خواسته ها به صورت های مختلف در فضای مجازی و رسانه ها عنوان شده امروز بخش هایی از این خواست مردم که زدن سرمار و کشتن خامنه ای و ازمهلال جمهوری اسلامی رو خواستند دست به دامن نتانیاهو و اسرائیل شدند چون مردم در طول این سالها بارها منسجم و غران به خیابان ها آمدند اما اونها بیرحمانه مردم رو کشتند که حتی همه میدانند در سه روز 1500 نفر رو رژیم جمهوری اسلامی از مردم ایران در یک منطقه در یک منطقه کشت و در کل ایران که هزاران تن کشته شدند مردم صحبتی با جامعه اسرائیل دارند صحبتهاشون رو این گونه شروع کردند میگویند برادر بزن خوبم بزن جوری بزن که نفهمند از کجا خوردند این پیام های مردم هست ما مردم خودمون از دست این آخوندها خسته شدیم ما دستمون خالی است چشم و امیدمان به شماست که بزنی خامنه ای و دار دستش رو تا ابد نیست و نابود کنی یک نامه که به رسانه ها ارسال شده رسانه های مردمی که در فضای مجازی فعال هستند و طرفداران میلیونی دارند نامه ها و این اخبار و اطلاعات پخش شده میگویند جناب آقای بنیامین نتانیاهو درود بر شما درود بر سربازان دلیر شما بابت فاجعه که حزب الله توسط پهپادهای موشکی جمهوری اسلامی یعنی دست نشانده جمهوری اسلامی به اردوگاه های سربازان اسرائیلی خورد و این سربازان در حال استراحت و خوردن غذا بودند از جانب ما به شدت محکوم کردیم و میکنیم و این جنایت جنایت است که علی خامنه ای هم بر سر ما مردم ایران آورده و هم بر سر سربازان شما برادر نتانیاهو ما در تعجبیم که علی خامنه ای که در حمام منصوری دور دیده با سرداران جنایتکار سپاهیشون دیگه چطوری باید به شما ثابت کنند که ما جنایتکاریم بیایین ما رو نابود کنید چطوری میتوان اینها ثابت کنند انتقام خودتون رو بگیر برادر خوبم بگیر قوی هم بگیر بیرحمانه هم بگیر چون این جمهوری اسلامی از زمان تولد که نامشروح بود خودش از سال 57 تا به الان فقط میشه گفت به صورت خلاصه جنایت علیه بشریت بوده برادر موشک و هواپیما های خودتو به پرواز در بیار و با تمام توان حمله کن اینا هیچ پشتوانه ملی مردمی و حمایتی که در جنگ ایران و عراق میکردند دیگر خبری نیست مردم خودشون میگویند بیایید و اینها رو بکشید نابود کنیم ما رو از شر اینها خلاص کنید این حرف های مردم در تمام ایران هست و ما شرط میبندیم که مردم ایران میآیند پشت شماها چون میدونند با اسرائیل دوست هستند انتقام خون تک تک افرادی که کشته شدند رو جوری بگیر که جمهوری اسلامی تقاس خون همه جانباختگان ایران رو شما بگیرید و یک جا اینها رو نابود کنید چون سر علی خامنه ای و پسراش و خانوادش رو نابود کنید که از این ها نسلی باقی نمونه جوری فرماندهان جنایتکار سپاه رو بزنید که بعد از کشته شدنشون انگار در تاریخ اینها وجود نداشتند تا ابد جاوید شا زندباد ایران زندباد اسرائیل پاینده ایران و اسرائیل مجموعی از افکار مردم ایران هست که داره پخش میشه و قبل از اینکه اسرائیل شروع کنه با این صحبت ها با این درد دل ها دارند مردم اختهای چهل و چهار ساله ای که از این رژیم دارند جنایت که این رژیم انجام داده دارند خالی می کنند و فکر می کنند که با بودن اسرائیل اینها نابود خواهند شد خبر دیگر در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی رو خدمتتون میگم شاهزاده رضا پهلوی و همسر ایشان یاسمین پهلوی اصل شنبه اول آبان ما در مراسم اهدای جایزه معمار صلح بنیاد ریچارد نیکسون رئیس جمهور فقید امریکا حضور یافتند و به وارث شاهنشاهی ایران در این مراسم جایزه معمار صلح رو اهدا کردند بنیاد نیکسون پیشتر اعلام کرده بود که این جایزه به پاس چهل سال مبارزه شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی در راه آزادی مذهب دستیابی به حکومت دموکراتیک بر مبنای رأی مردم به جلب توجه بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران به او اهدا می شود. Not simply as a leader of a bygone era, but as a symbol of sovereignty, progress, pride, and service to the nation. Despite the decades that have passed, his memory is alive in the hearts of Iranians. His greatest vindication comes not from the actions of governments, but from the voices of ordinary people who honor his legacy. I spoke of President Nixon standing alone. Often those fighting for Iran's liberation did so alone and against the pressures of the global media and establishment. Even today, those pressures continue. But today, things have changed because those ordinary people who honor my father's name do so not just out of nostalgia. Those ordinary people, millions of them across my country, are extraordinarily brave. Because they are not just hoping for the better future my father believed they deserved, they are fighting for it. I was often told that I would not get far in my campaign for my country. Because I did not have the apparatus of state, certainly not the proper funding, and no army. But now I have such an army, my extraordinary brave compatriots. and having نیکسون پیشتر اعلام کرده بود که جایزه به طور مشترک به شهبانو فرح پهلوی و علاق حضرت رضا شاه دوم پهلوی اهدا میشه جایزه شهبانو فرق قرار است در مراسم خصوصی دیگری به او اهدا شود این مراسم هم دیروز انجام شد به پاس خدمات شاه فقید که خود امریکا بنیاد نیکسون فهمیده چه غلطی کردند که این حکومت رو نابود کردند برداشتند و این آخوندهای دوز جنایتکار رو به قدرت رساندند. گفته میشه اسرائیل نام عملیات نظامی علیه رژیم جمهوری اسلامی رو شکار اختاپوس نامگذاری کرده چون سر اختاپوس در بیت خامنه است. البنار به نقل از منابع امنیتی امریکای اسرائیلی اعلام کرد امریکا و اسرائیل در خصوص پاسخ به جمهوری اسلامی به تفاهم کامل رسیدند واشنگتن به اسرائیل برای هدف نگرفتن تأسیسات نفتی و هسته ایران پیشنهاد پاداش مالی داده است تصمیم نهایی البته با نخست وزیر است. در اینجا صدای یک شیرزن ایرانی که میتواند نماینده مردم ایران باشه مثل همین نامه ها و اطلاعاتی که خدمتتون خوندم که از سوی مردم ایران در فضای مجازی و در رسانه های آزاد پخش میشه حالا صدای شیرزن ایران مادر قهرمان پشمان قلیپور که از جاوید نامان آبان 98 هست رو هم بشنوید شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دار و این آبان ادامه دار و این آبان ادامه دار بعد از پخش این صدای شیرزن و در خبری دیگر که میتواند آخرین خبر باشه جمهوری اسلامی به طور رسمی نقشش در جنایت 7 اکتبر رو خودش قبول داره و پذیرفته و گویا امروز در میدان فلسطین تهران یک تابلوی نصب شده که حاوی تصاویر گروگانهای اسرائیلی در چنگ حماس هست و روی آن نوشتند هیچ اسیری آزاد نمیشه این بنر توسط سازمان اوج یعنی سپاه پاسداران طراحی و نصب شده است توریست های حماس برای جنایت هفتم اکتبر در خاک ایران و در اطراف قم آموزش دیده بودند و گروگان گرفتن شهروندان اسرائیل هم نقشه سپاه پاسداران بود برای باجگیری بعد از اون از اسرائیل اکنون که متوجه شدند اسرائیل اهل باجدهی نیست بلکه طی یک سال همه فرماندهان حماس حزب و فرماندهان میدانی سپاه پاسداران در منطقه یکی پس از دیگری به هلاکت رسانده شدند هدف بعدی سر مار در تهران است آشکارا اعلام کردند که هیچ اسیری آزاد نمی شود. یعنی فرمانده اصلی که علی خامنه است این اعلامیه رو گفته پخش کنید خب دوستان عزیز در رابطه با این صحبت ها و سخنان مردم پیشنهاد و نظرات خودتون رو در کامنت ها بنویسید تا برنامه دیگر بدرود